سلام بر شما، خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه‌های ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت. با من فریبا شیرازی در نیم ساعت پیش رو همراه باشید با مروری بر مهمترین رویدادهای هفته گذشته. در این برنامه در خبری به مرگ بانوی غزل ایران سیمین بهبهانی شاعر نامدار ایرانی خواهیم پرداخت. نگاهی خواهیم داشت به سفر مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تهران و از گزارش عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران در جلسه غیرعلنی مجلس درباره وضعیت اعتیاد در کشور خواهیم گفت. در پایان نیز مهستان بختیاری طبق روال هر هفته با من و شما خواهد بود با مروری بر آخرین تحولات ترکیه. با ما همراه باشید. بامداد سه‌شنبه گذشته سیمین بهبهانی شاعر ایرانی که به نیمای غزل ایران شهرت دارد در پی ایست قلبی و تنفسی درگذشت. سیمین خلیلی معروف به سیمین بهبهانی فرزند عباس خلیلی شاعر، نویسنده و مدیر روزنامه اقدام بود. خانم بهبهانی در 28 تیر 1306 در تهران به دنیا آمد. او اولین شعرهای خود را در سالهای 1320 و در 14 سالگی سرود. مجموعه اشعار جای پا، چلچراغ، مرمر و رستاخیز از جمله آثار او پیش از انقلاب ایران است. ستاره شکسته و یک دریچه آزادی از دیگر آثار سیمین بهبهانی است. خانم بهبهانی که عضو کانون نویسندگان ایران بود، در سالهای اخیر انتشار آثارش با محدودیت‌های زیادی روبرو شد و مورد انتقاد رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران قرار داشت. به دنبال زلزله هفته گذشته ایلام، رئیس سازمان مدیریت بحران گفت در این شهر بیش از 17,000 واحد مسکونی تخریب شده است. هرچند وی گفته مشکل آب و برق مناطق زلزله زده برطرف شده است. هفته گذشته زلزله‌ای به بزرگی 6.1 ریشتر در منطقه از استان ایلام باعث تخریب 70% بافت این منطقه شد. وقوع این زمین لرزه بار دیگر مسئولان و کارشناسان را متوجه خطری کرده که تهران را تهدید می‌کند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران و معاون وزیر کشور با اشاره به زمین لرزه ایلام گفت مشکل آب و برق مناطق زلزله زده در ایلام رفع شده و گروه‌های امدادی از روز دوشنبه در این منطقه حاضر شدند. نجار در یک برنامه زنده تلویزیونی گفت روز گذشته با 2 زلزله 4.5 ریشتری در ساعت 16 و 19 در منطقه ایلام روبرو شدیم و پس از این زلزله ها هشدار و آمادگی خوبی به مردم از طریق استانداری، رسانه‌ها و تلویزیون برای ترک منازل داده شد که این امور موجب شد زلزله 6 ریشتری تلفاتی وجود نداشته باشد. و یادآور شد این اطلاع رسانی مطلوب در این زمینه موجب شد زلزله ایلام تلفات جانی نداشته باشد و در نهایت 3120 نفر مجروح شدند که از این شمار 315 نفر سرپایی مداوا، 5 نفر مصدوم به مراکز درمانی منتقل شدند. معاون وزیر کشور در ادامه هم گفت 17,000 واحد مسکونی تخریب شد و نیروهای امدادی بلافاصله به منطقه اعزام شدند و اکنون آرامش در منطقه برقرار است. نجار با اشاره به تشکیل ستاد مدیریت بحران در تهران و ایلام و اعزام نیروها ادامه داد. حدود 30,000 تخت چادر به منطقه وارد شد و استانهای لرستان و خوزستان نیز برای ایجاد آرامش در منطقه کمک کردند. وی در پایان هم گفت که 5500 واحد مسکونی در روستاها نیاز به بازسازی دارد که از این تعداد 1,750,000 مسکن ساخته شده است. اظهارات نجار در حالی است که خبرگزاری ایسنا از قول محمد رضا مولوی استاندار ایلام میگوید که خسارت زیادی به تأسیسات و ساختمان‌ها در آن استان وارد شده است. خبرگزاری مهر هم نوشت که امدادرسانی به این منطقه با سختی روبرو شده. همین خبرگزاری از سبت 12 پیش لرزه و پس لرزه در پی زمین لرزه اصلی خبر داده است. در همین راستا احمد کرمی مدیر کل ستاد مدیریت بحران ایلام هم گفت شماره آسیب دیدگان زمین لرزه مرموری از توابع شهرستان آبدانان به 250 نفر افزایش یافته است. به گزارش ایلنا احمد کرمی افزود این مصدومان به مراکز درمانی شهرستان‌های دهلران، آبدانان و استان خوزستان منتقل شدند. گفتنی است زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.1 تا 6.2 درجه در مقیاس ریشتر صبح روز دوشنبه 27 مرداد استان‌های ایلام، لرستان، خوزستان و کرمانشاه را در غرب و جنوب غربی ایران لرزاند. مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران وقوع زمین لرزه را در ساعت 7 صبح و کانون آن را 3 کیلومتری مرموری، 36 کیلومتری موسیان و 41 کیلومتری دهلران در استان ایلام اعلام کرده است. اما سالهاست که با وقوع هر زلزله‌ای در ایران کارشناسان و مسئولان به یاد فاجعه‌ای می‌افتند که با وقوع زلزله می‌تواند در تهران رخ دهد. این روزها با وقوع زلزله 6 ریشتری در استان ایلام بار دیگر نگاه‌ها متوجه تهران و خطراتی شده که با وقوع زلزله این شهر 13 میلیونی را تهدید می‌کند. یکی از نمایندگان مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت از کمبود بودجه شهر تهران برای مقابله با زلزله انتقاد کرده و گفته است با توجه به اینکه برای کاهش آسیب‌های ناشی از زلزله تهران نیازمند اعتبار هستیم، اما متاسفانه نه تنها فکری برای رفع کمبود بودجه تهران نمی شود، بلکه دایم این اعتبارات به شهرهای دیگر سرازیر می شود. گفتنی است بر اساس تحقیقی که مؤسسه جایکا، آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن انجام داده، در صورت وقوع زلزله در تهران 2 میلیون نفر کشته خواهند شد. سیستم گازرسانی و نیز لوله کشی آب و فاضلاب تهران به گونه‌ای طراحی شده که بر اساس نظر کارشناسان در صورت وقوع زلزله تهران دچار آتش‌سوزی‌های شدید و نیز جاری شدن سیل خواهد شد. پیشتر حسین طلا نماینده تهران در مجلس گفته است که با وجود این خطر هیچ اقدامی برای بازسازی بافت‌های فرسوده شهر تهران انجام نشده است. هفته گذشته مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بیانیه‌ای که در نشست مطبوعاتی خود در تهران منتشر کرد، ضمن ابراز خوشنودی از عملکرد و همکاری جمهوری اسلامی با آژانس تاکید کرد آژانس نیز به تعهد خود برای همکاری و حل و فصل همه موضوعات با جمهوری اسلامی پایبند است. همکاری جمهوری اسلامی با آژانس در راستای گفتگوهای میان تهران و 6 قدرت جهانی برای حل و فصل ابهامات برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است که بیش از 1 دهه است به طول انجامیده. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که برای دیدار با مقام‌های ایرانی به تهران رفته است، گفت که از شنیدن تعهد قاطع تهران برای حل و فصل مسائل باقی مانده هسته‌ای خود از طریق همکاری و گفتگو خرسند شده است و مذاکرات روز یکشنبه خود را مفید توصیف کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز در دیدار با یوکیو آمانو بر همکاری فنی، حقوقی و شفاف با آژانس تاکید کرده است، ولی گفته که توان موشکی ایران به هیچ عنوان و در هیچ رده‌ای قابل مذاکره نیست. بر اساس بیانیه‌ای که آژانس منتشر کرد، آقای آمانو پس از دیدار با حسن روحانی و سایر مقام‌های جمهوری اسلامی گفته است که این یک بازدید کوتاه ولی مفید فایده بود. وی با اشاره به توافق ایران با آژانس در نوامبر پارسال اظهار داشت من بسیار خرسندم که درباره اجرایی شدن چارچوب همکاری و حل و فصل همه مسائل کنونی و گذشته از طریق گفتگو و همکاری با آژانس شاهد تعهد قاطع مقام‌های عالی جمهوری اسلامی در این زمینه بودم. یوکیو آمانو همچنین گفت که ایران اطلاعات و توضیحاتی را درباره تحقیقاتش پس از سال 2007 در زمینه کاربرد چاشنی‌های انفجاری در صنعت نفت و گازش داده که این اطلاعات با موارد معمول در این صنعت ناهمخوانی ندارد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز در دیدار با آقای آمانو گفته که تهران در مذاکرات خود با کشورهای 5 به علاوه 1 و آژانس بینالمللی انرژی اتمی جدی است و چیزی بیش از حق خود از جمله غنی‌سازی برای اهداف صلح‌آمیز نمی‌خواهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی تأکید کرد که در صورت دستیابی به توافق نهایی با 5 به علاوه 1 در چارچوب برنامه اقدام مشترک ژنو، جمهوری اسلامی در حد مورد نیاز خود به غنی‌سازی در داخل کشور ادامه خواهد داد و طرف مقابل نیز باید تحریم‌های 2 جانبه و چند جانبه بین‌المللی را بردارد. وی گفته است در صورتی که عزم و اراده جدی برای حل و فصل موضوع و دستیابی به توافق وجود داشته باشد، ظرف کمتر از 1 سال میتوان به نتیجه نهایی با آژانس دستیافت و امروز نیز ایران مصمم به دستیابی به نتیجه در کوتاه‌ترین مدت زمان ممکن است. رئیس جمهوری اسلامی در عین حال تأکید کرده است که توان موشکی ایران به هیچ عنوان و در هیچ رده‌ای قابل مذاکره نیست. ایالات متحده آمریکا و اسرائیل خواستار آن هستند که فعالیت‌های موشکی ایران که آن را تهدیدی برای صلح جهانی می‌دانند نیز در مذاکرات هسته‌ای میان تهران و 6 قدرت جهانی مورد بحث قرار گیرد. آقای روحانی اظهار داشت ما تنها نظارت‌های قانونی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را می‌پذیریم که در چارچوب NPT باشد و هر گونه نظارت‌های فراقانونی بدعتی است که به ضرر همه کشورهای در حال توسعه تمام خواهد شد. بحث بر سر چاشنی‌های انفجاری در دیدار با آمانو با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران مطرح شد و آمانو در این دیدار گفت ما خواهان ارائه اطلاعات و توضیحات از سوی ایران برای ارزیابی نیاز یا توسعه چاشنی‌های انفجاری هستیم. علی اکبر صالحی نیز پس از این دیدار با بیان اینکه ایران تمام سوالات درباره چاشنی‌های انفجاری را پاسخ داد، اظهار امیدواری کرد که آمانو درباره چاشنی‌های انفجاری قدم بلندی را در جهت این موضوع برداشته است. صالحی گفت این موضوع تقریبا در حال بسته شدن است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خرداد ماه سال جاری نیز گفته بود تحقیقات آژانس درباره چاشنی‌های انفجاری کافی است و اظهارات ایران درباره این مسئله با یافته‌های آژانس منطبق است. وی افزوده بود اکنون زمان آن فرا رسیده که بازرسی‌ها درباره مسائل چاشنی‌های انفجاری از سوی آژانس به پایان برسد. دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه شنبه 16 اوت وارد تهران شد. وی آخرین بار در آبان ماه 1392 به ایران سفر کرده بود و با مقام‌های بلندپایه این کشور دیدار و گفتگو کرده بود. این دومین بار از زمان انتخاب حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری در خرداد پارسال است که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران سفر می‌کند. دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران با اعتراض به روند واردات خودرو در 4 ماهه نخست سال جاری گفته واردات خودرو در 4 ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 168% افزایش یافته است. برخی کارشناسان معتقدند که در جمهوری اسلامی بازار خودرو و واردات آن در اختیار آقازاده هاست. ساسان قربانی دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران گفت واردات خودرو در 4 ماه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه از نظر تعداد 168% و از نظر ارزش 154% افزایش داشته که این آمار بسیار تأسف‌برانگیز است و اگر این روند ادامه داشته باشد به طور قطع در آینده‌ای نه چندان دور صنعت خودرو با مشکل مواجه خواهد شد. این در حالی است که رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران روز 26 مرداد ماه به خبرگزاری مهر گفته خودروهای وارداتی به ایران 10% میزان تولید خودرو است ولی الله افخامی راد تاکید کرده است واردات خودرو را باید با ابزار تعرفه کنترل کرد، ضمن اینکه ورود خودرو منجر به افزایش رقابت خواهد شد و میزان واردات خودرو نگران کننده نیست. در این حال مشخص نیست که با وجود تحریم‌های بین‌المللی سالهای اخیر علیه ایران واردات خودرو چگونه و از چه طریق افزایشی چشمگیر پیدا کرده است. از سوی دیگر دبیر انجمن قطعه‌سازان ایران مدعی شده است دلیل تحریم صنعت خودروسازی این است که در این صنعت حرفی برای گفتن داریم و گام‌های مثبت رو به جلو برداشته‌ایم. آقای قربانی به تاثیر محدودیت‌های بین‌المللی بر صنعت خودرو اشاره کرده و گفته صنعت خودروی کشور همچنان در تحریم است و با وجود مذاکرات هنوز از فشار تحریم‌ها خارج نشده‌ایم. او البته به ضعف‌های فراوان کیفی و کمی در این صنعت هم اشاره کرده و گفته است که این ضعف‌ها باید برطرف شود و با ارتقای سطح کیفی محصولات استفاده از دانش فنی روز و تکنولوژی‌های کشورهای پیشرفته با ایجاد تنوع محصول به خواست مردم پاسخ دهیم. ساسان قربانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با طرح این آمار که تولید خودرو در دنیا در سال گذشته حدود 75 میلیون دستگاه بوده ادعا کرده خودروسازان برای فروش محصولاتشان و تأمین بازار جدید به شدت دچار مشکل بودند و این موضوع نشان می‌دهد که سایر کشورها به راحتی بازارهای خود را از دست نمی‌دهند و مقاومت بسیار شدیدی در برابر واردات خودرو به بازار کشورهایشان وجود دارد. آقای قربانی واردات خودرو را از عوامل تخریب کننده تولید کشور دانسته و گفته است زمانی که در کشور تولید نباشد مجبوریم به سمت واردات برویم و این یعنی مزیت‌هایی که در داخل به لحاظ تولید داریم یا باید ایجاد و تقویت کنیم و به کشور دیگری واگذار کنیم. او گفته است که این آسیب‌ها می‌تواند هر کشوری را نابود کند و اگر کشور ما تاکنون فعال است به دلیل بالا بودن ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های تولیدی است ولی قطعاً تداوم نخواهد داشت و عدم توجه به مقوله اقتصاد مقاومتی و بازار درونی کشور باعث نابودی اقتصاد کشور و ضربه به تک تک افراد کشور خواهد شد. در مقابل این ادعاها اما برخی کارشناسان معتقدند در چند دهه گذشته بازار خودروی کشور در انحصار تولید کنندگان داخلی بوده که این امر نه تنها رقابتی در صنعت خودروی کشور ایجاد نکرده بلکه استفاده از خودروهای خارج از رده در دستور کار فعالیت خودروسازان قرار گرفته است. پیشتر مقامات گمرک جمهوری اسلامی از واردات 49 دستگاه پرشه به ارزش 3.9 میلیون دلار در آبان ماه سال گذشته خبر داده بودند. پرشه در فهرست واردات مجاز اتومبیل به ایران قرار ندارد. خبرگزاری رویترز نیز 20 دسامبر سال 2013 از واردات اتومبیل‌های آمریکایی به ایران از طریق منطقه تجاری ارس خبر داده بود. هفته گذشته وزیر کشور جمهوری اسلامی در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی گزارشی تکان دهنده از وضعیت اعتیاد در کشور ارائه کرد. آقای رحمانی فضلی در این جلسه فیلمی را از فردی که شیشه کشیده بود و پدر و مادر خود را به قتل رسانده و به نزدیکان خود تجاوز کرده بود به نمایش گذاشت که صحنه‌های وحشتناکی در آن وجود داشت. در سالهای اخیر در ایران آمار اعتیاد بسیار افزایش یافته است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی گزارشی از وضعیت اعتیاد در کشور ارائه کرد که برخی از نمایندگان مجلس آن را تکان دهنده توصیف کردند. به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور مصرف شیشه یک ماده مخدر شیمیایی خطرناک در ایران تنها در عرض 2 سال از زیر 4% به 22% رسیده است. آقای رحمانی فضلی با اشاره به وجود 100,000 معتاد خیابانی در کشور هشدار داد 1,400,000 کودک در خطر اعتیاد به مواد مخدر قرار دارند. حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تکان دهنده توصیف کردن گزارش وزیر کشور گفته است بر اساس این گزارش در بین مواد مخدر شیشه بیشترین عوارض را دارد. وی اضافه کرده آقای رحمانی فضلی در جلسه غیرعلنی مجلس فیلمی را از فردی که شیشه کشیده بود و پدر و مادر خود را به قتل رسانده بود و یا به نزدیکان خودش تجاوز کرده بود به نمایش گذاشت که صحنه‌های وحشتناکی در آن وجود داشت. وزیر کشور ایران همچنین در جمع ائمه جمعه استان تهران با اشاره به وجود 1,300,000 معتاد در ایران گفت با احتساب خانوارهای آنها 5.5 میلیون نفر در کشور به صورت مستقیم با مواد مخدر درگیر هستند. آقای رحمانی فضلی تصریح کرده است 53% از معتادان متأهل هستند که اگر هر خانواده 2 فرزند داشته باشد 1,400,000 کودک در خانواده های معتاد وجود دارد که اگر مراقبت نشوند در مدار بعدی وارد چرخه اعتیاد می شوند. پیش از این نیز برخی از مسئولان در ایران و سازمان‌های دفاع از حقوق کودکان درباره وضعیت نامناسب کودکان دارای والدین معتاد هشدار داده بودند. از جمله خبرگزاری کار ایران ایلنا روز سه‌شنبه 17 تیر ماه از مرگ یک کودک 4 ماهه بر اثر استعمال مواد مخدر در مجاورت او خبر داده بود. وزیر کشور گفته بود 60% معتادان شاغل هستند که این به اقتصاد لطمه می‌زند، چرا که 3 میلیارد دلار چرخه اقتصادی مواد مخدر در کشور است و ما با انواع و تنوع بسیاری در تولید، مصرف و تبلیغات مواجه هستیم. به گفته آقای رحمانی فضلی 7% از معتادان بیسوادند و بقیه دیپلم و لیسانس دارند. همچنین رقم اعتیاد در زنان که قبلا حدود 4% بوده اکنون بیش از 2 برابر شده و به 9.3% رسیده است. و با بیان اینکه در 2 سال گذشته مصرف شیشه از 3.6% به 22% افزایش یافته، گفته بود مواد مخدر صنعتی در آرایشگاه‌های زنانه و فروشگاه‌ها به فروش می‌رسد و چون بو و دود ندارد خانواده‌ها آن را حس نمی‌کنند. آقای رحمانی فضلی روز جمعه 30 خرداد ماه نیز چرخش مالی مرتبط با مواد مخدر را 3 میلیارد دلار معادل 10,000 میلیارد تومان ذکر کرده و گفته بود که 2.6% از کل جمعیت ایران یعنی 1,350,000 تن در کشور معتادند. وزیر کشور همچنین علت 55% طلاق‌ها، 24% قتل‌ها، 35% سرقت‌ها و 25% همسر و کودک آزاری‌ها در ایران را اعتیاد ذکر کرد. به گفته آقای رحمانی فضلی 65% زندانیان به طور مستقیم با مواد مخدر ارتباط دارند و 80% معتادان بهبود یافته بار دیگر به چرخه مصرف این مواد برمیگردند. به گفته آقای رحمانی فضلی در سال 1392 2826 باند مواد مخدر و 395 آشپزخانه تولید شیشه که عمدتاً در تهران و کرج فعال بودند منهدم شده است. آقای رحمانی فضلی با بیان اینکه 1% دانش آموزان یا معتاد هستند یا مواد مخدر را تجربه کردند افزود 1.6% دانشجویان دانشگاه وزارت بهداشت و 2.6% دانشجویان دانشگاه وزارت علوم درگیر اعتیادند. با این حال حمید سرامی مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر 15 تیر ماه خبر داده بود بیش از 6% از دانشجویان دانشگاه دولتی وابسته وزارت علوم و وزارت بهداشت مواد مخدر مصرف می کنند. ایران نرخ بالای مصرف مواد مخدر در جهان را دارد. آماری که وزیر کشور ایران ارائه داده بیان می کند تعداد معتادان به مواد مخدر 1,350,000 نفر است، اما کارشناسان مستقل تعداد معتادان را به مراتب بیش از این آمار می دانند. در این میان بیش از 90% جمعیت معتادان به مواد مخدر در کشور را مردان و کمتر از 10% آنان را زنان تشکیل می دهند. هفته گذشته رئیس کمیسیون سلامت و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت یکی از جدیترین مشکلات عدم تکمیل شبکه فاضلاب پایتخت نفوذ نیترات موجود در فاضلاب به شبکه آبرسانی است. بیشتر نیز برخی مقامات وزارت بهداشت میزان نیترات بالا در آب برخی مناطق تهران را تایید و گفته بودند زنان باردار و کودکان باید از آب بسته‌بندی شده استفاده کنند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران میگوید به دلیل فرسودگی شبکه آبرسانی در برخی از نقاط پایتخت ممکن است نیترات به آب لوله کشی نفوذ کرده و هر چند وقت یک بار مشاهده می کنیم آب برخی مناطق به نیترات آلوده شده است. وی افسوده همچنین فاضلاب می تواند باعث ایجاد حفره هایی در زیر زمین شود و برخی از نشست هایی که در برخی از خیابان ها می بینیم ناشی از نشست فاضلاب است. همچنین احتمال انتقال سایر آلودگی ها هم وجود دارد، به خصوص آلوده شدن آبهای زیرزمینی. رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران با تاکید بر تکمیل شبکه فاضلاب گفت تکمیل شبکه فاضلاب باعث کاهش هزینه های دولت و شهروندان می شود و اگر با همین ظرفیت و بدون ایجاد مشکلات جدید شبکه تکمیل شود تا 4 یا 5 سال آینده شبکه فاضلاب پایتخت تکمیل خواهد شد. وی در ادامه هم با بیان اینکه 9000 کیلومتر لوله کشی فاضلاب برای پایتخت پیش بینی شده بود که تاکنون 4500 کیلومتر به بهره برداری رسیده گفت برای سال 1393 احداث 1000 کیلومتر از شبکه فاضلاب پیش بینی کرده ایم که این رقم در سال گذشته 700 کیلومتر بوده است. این مقام شورای شهر با بیان اینکه در جلساتی که با مسئولان آب و فاضلاب داشتیم یکی از دغدغه آنها ممنوعیت فعالیت در مقاطعی از سال بود، افزود اواخر اسفند ماه تا پایان تعطیلات نوروز، روزهای محرم، اواخر شهریور تا اواسط مهر ماه و ایام خاص امکان فعالیت عمرانی در خصوص توسعه شبکه فاضلاب وجود ندارد که مهمترین درخواست شرکت آب و فاضلاب به حداقل رساندن این محدودیت هاست تا کار با سرعت بالاتری پیشروی کند. رئیس کمیسیون سلامت شهر تهران ادامه داد به جز محدودیت‌ها و فصل بارندگی برخی از مشکلات مانند بدهی‌هایی که شرکت آب و فاضلاب به شهرداری مناطق دارد سبب توقف فعالیت می‌شود که ما در این زمینه با برگزاری جلسات مشترک تلاش کردیم بین شهرداران مناطق و آب و فاضلاب تفاهم بیشتری ایجاد کنیم. همچنین برای ایمنی آبران پیاده گودبرداری تا اتمام عملیات در کوتاه‌ترین زمان انجام شود. پیشتر نیز رئیس ستاد محیط زیست شهرداری تهران از احتمال آلودگی آب آشامیدنی شهروندان تهرانی و وجود ذرات نیترات در این آب خبر داده بود. هادی حیدرزاده در گفتگو با خبرگزاری مهر با اعلام این مطلب افزوده بود منابع زیرزمینی آب تهران به علت نبود شبکه فاضلاب شهری در این کلان شهر آلوده شده است. وی از آلودگی آب تهران و استفاده ناگزیر از آبهای زیرزمینی به منظور تأمین آب آشامیدنی مورد نیاز تهرانی‌ها به عنوان چالشی جدی و واقعی برای پایتخت نام برد که به گفته او برخی از مدیران از پرداختن به آن پرهیز می‌کنند. مشاور زیست محیطی شهردار تهران با اشاره به اینکه تهران شبکه فاضلاب شهری ندارد، اظهار داشت که تهران در زمینه مدیریت شبکه فاضلاب در میان کلان شهرهای دنیا جزو 10 شهر آخر جهان به شمار می آید. وزارت نیرو هم در سال گذشته گزارشی را در مورد بالا بودن میزان نیترات در آب آشامیدنی برخی از مناطق تهران ارائه کرده و در یک توصیه بهداشتی از شهروندان تهران درخواست کرد که به جای آب لوله کشی از آبهای بسته‌بندی شده جهت آشامیدن استفاده کنند. گفتنی است در حال حاضر اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و مسئولان وزارت بهداشت و نیرو تنها منطقه یافت‌آباد واقع در جنوب تهران را به دلیل بالا بودن میزان نیترات در آب آشامیدنی به عنوان منطقه سیاه اعلام کردند. در این بخش از برنامه سری میزنیم به مهستان بختیاری، خبرنگار ما در ترکیه که تحولات هفته گذشته این کشور را دنبال کرده و ما را در جریان آن قرار میدهد. از همان آغاز دور جدید مذاکرات صلح میان پکاکا و دولت ترکیه همواره حاله از نگرانی گراگیر مذاکرات را فرا گرفته بود. به نظر میرسه هم دولت ترکیه و هم شخص آقای اوجالان جدیتر از گذشته آماده به سرانجام رساندن این موضوع هستند. اما خب هر از چندی حوادث و اتفاقاتی خاصه و ناخواسته روند این مذاکرات رو تهدید میکنه. چند بیانیه اخیر آقای اوجالان امیدهای زیادی رو در این زمینه به وجود آورد. استقبال او از روند انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه یا حتی نوید او به این موضوع که به زودی جنگ 30 ساله میان پکاکا و دولت ترکیه به پایان خواهد رسید. از سوی دیگه آقای اردوغان در مقام نخست وزیری چند لایحه رو در پارلمان سال گذشته به تصویب رسوند تا قدم‌هایی در این زمینه برداشته باشه. بلافاصله ایشون پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری یکی از مهمترین برنامه‌های خودش رو به سرانجام رساندن این مذاکرات عنوان کرد. در همین راستا در اقدامی جدی‌تر و تازه‌تر این هفته آقای بشیر عطا الله معاون آقای اردوغان در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی ترکیه گفت که قرار هست به زودی هیئتی به نمایندگی از دولت با نمایندگان پکاکا که مقر اونها در کوههای قندیل عراق هست دیدار بکنند. با وجود چنین روزنهای امیدی اما هنوز هستن یکی دو جین عوامل منفی نسبت به این موضوع که هر لحظه میتونه در مسیر این مذاکرات تنش ایجاد بکنه. از جمله سال گذشته اعضای ارشد نظامی پکاکا با مطرح کردن این موضوع که دولت ترکیه در زمینه پیشبرد مذاکرات کوتاهی میکنه و از مذاکرات صلح به عنوان حربه سیاسی تبلیغاتی استفاده میکنه تهدید کردن که ممکن است اونها به پایگاه‌های خودشون در خاک ترکیه برگردن. مشابه چنین تنشی رو سه‌شنبه گذشته شاهد بودیم. درگیری سختی میان هواداران پکاکا در روستای پولچاتی در استان دیاربک با نیروهای نظامی دولتی که متاسفانه منجر به کشته شدن یک سرباز ارتش ترکیه و همینطور یکی از هواداران پکاکا شد. درگیری به دلیل اصرار بر سر نصب مجسمه معصوم کورتماز که از فرماندهان کشته شده پکاکا که نخستین عملیات نظامی بر علیه دولت ترکیه رو بر عهده داشته و در میان هواداران پکاکا از او به عنوان شهید یاد میشه و همینطور از طرف دیگه حساسیت دولت ترکیه و مسئولان قضایی نسبت به این موضوع که متاسفانه باعث درگیری در این مناطق شد. بر روی به نظر میرسه هنوز راه دشواری در پیش است و شاید هنوز آن آمادگی کامل و لازم در میان برخی اعضای پکاکا به ویژه شاخه نظامیون وجود نداره. در خود ترکیه هم البته این مسئله وجود داره. برخلاف دولت و حزب عدالت و توسعه که مایل به انجام این کار و به ثمر رسیدن این مذاکرات هستند، مخالفان جدی نیز در داخل خود ترکیه وجود داره. از جمله ناسیونالیست‌ها و ملی‌گراها در رأس این مخالفت‌ها هر گونه نتاف در مقابل پکاکا رو ضعف دولت و یا حتی مخالف مسائل کشور میدونن. با این همه باید دید صف‌بندی مخالفان و موافقان در نهایت مذاکرات صلح رو در این راه پرمخاطره به کدام سو خواهد برد. اما موضوع مهم دیگه در این هفته مسئله نخست وزیری آقای داوود اوغلو هستش که به نظر میرسه قطعی شده. در گزارش‌های قبلی هم اشاره کردیم ایشون با توجه به نزدیکی فکری زیادی که به آقای اردوغان در عرصه سیاست داخلی و خارجی داره مهمترین گزینه در این سمت هستش. حالا به طور واضح آقای عبدالله گل ریاست جمهوری کنونی هم به این موضوع اشاره کردن. آقای عبدالله گل این هفته در یکی از آخرین مراسم‌های خداحافظی خودشون گفتن که به نظر میرسه کسی که در حزب عدالت و توسعه سکان نخست وزیری رو به عهده بگیره آقای داوود اوغلو هستش. هرچند باید گفت که رسما این موضوع تا به الان اعلام نشده، اما در کل باید گفت با انتخاب آقای داوود اوغلو در سمت رهبری حزب عدالت و توسعه و نخست وزیری ترکیه چند مسئله بدیهی هستش. نخست اینکه آقای اردوغان با خاطری آسوده از تغییر و تحولات در حزبش اکنون به برنامه مهم خود یعنی تغییر سیستم سیاسی کشور خواهد اندیشید، چرا که آقای اردوغان و برخی از اعضای حزب عدالت و توسعه معتقدند آقای داوود اوغلو تنها گزینه‌ای است که علاوه بر هماهنگی با آقای اردوغان میتونه برتری حزب عدالت و توسعه رو در انتخابات پارلمانی سال آینده حفظ بکنه. هرچند از همکنون انتخاب آقای داوود اوغلو مخالفانی رو در پارلمان و داخل کشور داره، از جمله حزب جمهوری خلق. مسئله دیگه این هستش که با انتخاب آقای داوود اوغلو میشه پیش بینی کرد که سیاست‌های فعلی دولت ترکیه دست کم در کوتاه مدت ادامه خواهد یافت. بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. این برنامه همراه با دیگر برنامه‌های ما را می‌توانید در وبسایت ما به آدرس iranfarda.live.com دنبال کنید. از طریق این وبسایت، ایمیل ما و همچنین صفحه فیسبوک ما به نشانی facebook.com/iranfardatvnetwork با ما در ارتباط باشید و درباره برنامه نظر دهید. فردا هم در همین ساعت منتظر شما هستیم. تا درودی دیگر، بدرود.